اکسپانسیای فرهنگی و زبانی روسیه در تاجیکستان. تاجیکستان 14300 حامله‌داری قطع شده در نیم ساله. دختران تاجیک در آزمون میس ورلد ایزیا بیوتی. تأثیر قانونی نو در باره خارج نمودن به مهاجران آسیای مرکزی. سنه 28 و 29 آگوست با فرودگاه بین المللی دوشنبه از طرف راست ساترودنیچیستوا 52000 عدد کتاب های درسی با زبان روسی وارد گردید. یک قسمی کتاب ها که سنه 28 آگوست وارد گردید است از 8000 عدد عبارت بوده کتاب های زبان روسی و ادبیات می باشد. اینچنین در بین کتاب های فرستاده شده کتاب های الفبا و کتاب های تعلیمی آیدی صنعت تصویری نیز موجود است. در این خصوص آژانسی اطلاعاتی از یا پلوس خبر می دهد. از طرف دو تشکیلات گومانیتری روسی با هواپیمای وزارت مدافع روسیه کتاب ها برده رسانیده شد. 20000 عدد کتاب تعلیمی زبان روسی از فاند روسکی میر و 32000 عدد کتاب فنهای گوناگون به 7 مکاتب از طرف تشکیلات مختار غیر تجارتی آید دستگیری برنامه های گومانیتری روسکای گومانیتارنا میسیا رای کرده شده است. اینچنین 30 نفر معلمان از منطقه های گوناگون روسیه به دوشنبه تشریف آوردند تا اینکه در تاجیکستان کار و فعالیت ببرند. یادرس میکنیم که از زمان پاشخوری اتحاد شوروی تا به امروز روسیه برای داشته استادن و رونق دادن نفوذ خود در منطقه های سابق اتحاد شوروی همه نمودی اسلوب ها را استفاده میبرد. یکی از این اسلوب ها اکسپانسیای فرهنگی و زبانی میباشد که با یاری فاندها و تشکیلات های گوناگون گومانیتری عملی میگردد. از طرف وزارت تندرستی تاجیکستان آماری استرابناک نشر گردید که در 6 ماه سال جاری علاقه 14300 زنان تاجیک حامله‌داری را قطع نمودند. ضمناً طبق معلومات غیر رسمی نشان دهندگان زیرین یک چند مراتبه زیاد می باشد. یادرس می کنیم که تاجیکستان یکی از کشورهای کم بضاعت در منطقه بوده، کشوری با سطح بلند فساد و بدادگری نسبت ساکنانش به حساب می رود. شکایت هم که دخترو پول طلب میکنم. مشاهدان قید میکنند که نشان دهندگان زیرین در وضعیت کنونی که رژیم رحمان در تاجیکستان به وجود آورده است حیرت آور نیست. علاوه بر این قید نمودن ضرور است که اثرهای طولانی زنهای تاجیک با سرفرزندی از دیگران فرق میکردند و معمای قطع حامله داری ارزی وجود نداشت. خصوصا دین اسلام هزار سالها اینجانی پایدوار روحی مردم این منطقه بوده با تولد کنی فرزندان ترغیب می نماید. امروزها باشد حکومت داران همه کار را انجام می دهند تا اینکه با غذا تامین نمودن ضروریات امکان ناپذیر گردد و به جوانان طرز زندگی غرب را به طور مجبوری نیز تحمیل می نمایند. سنه 3 سپتامبر در شهر آستانه قزاقستان آزمون فستیوال زیباگی بزرگی خاتمه‌ای مدی پیر کردن میس ورلد ایجیا بیوتی در یکچند کتگوریه سن و سال برگزار گردید. آزمون تاپ مدل در کتگوریه از 18 تا 28 ساله، آزمون تاپ مدل در کتگوریه نورسان از 13 تا 17 ساله و آزمون تاپ مدل در کتگوریه مینی میس آزمون از 6 تا 12 ساله. در میان اشتراکچیان آزمون دختران از کشورهای آسیای مرکزی اینچنین از تاجیکستان نیز اشتراک ورزیدند. در آزمون جایهای مکافاتناک را تاجیک دخترانی از تاجیکستان اشغال نمودند. جای سیوم را در کتگوری نورسان نازنین عظیموی 7 ساله، عنوان تاپ مدل فستیوال را در کتگوری نوجوان عملیه جورایی و 13 ساله و جای یکم را در کتگوری کلون سالان زمرد باقیه و 27 ساله اشغال نمودند.
20 красавиць столицы сегодня поборются за звание самый красивый. Ёдрас мекунем ки чорабиниҳои мазкур дар кишварҳои Осиёи Марказӣ бори аввал баргузор намегардад. На лучших мировых площадках. Это Америка, это Франция. Ҳамаи намуди чорабиниҳои мазкур ба мусулмонони минтақаи зерин ба таври маҷбурӣ تحمیل نمودن قدریت های غیر اسلامی اروپایی می باشد. در نتیجه رژیم های استبداد منطقه و معرفت پروران غرب یک دیگر را با موفقیت پر می نمایند. یکی پوشیدن حجاب را منع کرده لباس غیر اسلامی غرب را به زنان تحمیل دهد. دیگری باشد با نقشه های به نام خیریوی، معرفتی و مدنیتی فسق و فجور و بدخلاقی را در بین مسلمانان تبلیغ می نماید. شورای فدراسیای روسیه لایحه قانون ترتیب می دهد. طبق آن من بعد شهروندان خارجی که اخلاق نامقبول نشان می دهند از روسیه خارج کردنشان ممکن می گردد. در این خصوص سنه 4 سپتامبر روزنامه ایزوستیا تکیه به منابع خود در دایره پارلمانی خبر داده است. در زیر اخلاق نامقبول فعالیت ضرر آوردن به امنیت ملی در نظر داشته شده است. مخصوصا دپوتات ها اعتبار خود را به برانگیختن کینه و عداوت ملی، دینی و نزاعی سیاسی، مداخله پتانسیلی بر روند انتخابات، اینچنین فعالیت با جوانان از خارج نگرانیدند. باید قید نمود که در زیر پنداری اخلاق نامقبول در روسیه اگر بخواهند هر کسی که ناساز از نزدیک آوردن ممکن می باشد چی طوری که تجربه تطبیقی بندی یراوای نشان داد. البته در نوبتی اول به گروه خوف حمایتگران حقوق داخل شدنشان ممکن است که فعالیت آنها از حمایت حقوق مهاجران عبارت است. غیر از این باید انیخ کرد که در آینده مهاجران آسیای مرکزی را پس از برگشتن به وطن با این گونه تمغه به چی گونه مشکلات ها روبرو می گردند.